انسان از شعر حذف شدنی نیست. در واقع اگر یک مثلث ما در نظر بگیریم، فکر کنم تعبیر یدالای رویایی هست که میگه که در واقع زبان، انسان و حالا یادم نیست، به هر حال انسان یکی از این به اصطلاح وجوه که شعر هست. اما اینکه به طور مشخص مثلا درباره انسان یا نوع نگرش انسان، اینو میباید از بررسی کل مثلا آثار یک هنرمند، یک شخص در واقع بهش رسید. ولی خود من یه مقداری به نظرم میاد که برخورد من با انسان برخورد انتقادیه. یعنی مثلا فرض بگیرید که در یک شعری هست من دارم انسان و زمین، که اونجا به واقع بیشتر روی کرد من به انسان، روی انسانی است که زمین رو به تباهی کشیده، انسانی است که به راحتی مثلا فرض بفرمایید که اشاره اونجا به افغانستان از اتفاقاتی که در اونجا در رخ میده، یعنی این نوعی از چهره انسان. یا مثلا فرض بفرمایید که یه جورایی به واقع هستی انسان در جهان، یه شعر مثلا حکایت که ما انسان ها آمدیم اینجا انگار قرار بود که چیزی رو بیاد بیاریم و بیاد نمیاریم، یعنی در واقع یه جوری سرگشتگی ما در این جهان هستی مثلا. اینها عمدتا به اصطلاح در واقع به گمان من در این حال که چهره انسان ها، اتفاقا مثلا فکر کنم اولین شعری که در همین مجموعه اشعار من هست یک زن شالیکاره، و حالا به تنوع مثلا من با توجه به اینکه آدم برونگرایی بودم همواره آدم های بیرون کسانی بودن که یک جرقه می زدن، ولی الان میتونم اینجور بگم که اون انسانی که انسان در شعر من خیلی آرمانی نیست. نگرش انتقادی مثلا میشه گفت گاهی دست این نگرش انتقادی نه از موزه حالا به گمان من لزوما مثلا دیگری، بلکه خودش اشاره که کردم من در مثلا شعرهای خردیرز خاطره ها، برای اونجا انسان یک نسله، اون انسان نسل از خودش قهرمان نمیسازه، یعنی حتی اگر بشه چهره قهرمانی از خودش در واقع در بیرون ساخته شده باشه، سعی میکنه که این چهره قهرمانی رو در واقع چهره آرمانی رو پاشو برسونه به زمین. یه همچه روی کردی به گمان من، البته این لازمش اینه که شاید دیگران نگاه بکنن آیا بسیار این روی کرد به واقع در شعرها هست یا نیست.